سلام. چه سلامی، چه علیکی مومن؟ تو که منو نصف جون کردی. چرا؟ یهو کجا غیبت زد؟ فکرم هزار راه رفته، گفتم دوباره این بچه ما رو ول کرد رفت. این حرف رو نزنین دکتر، الان دیگه بیشتر من به شما احتیاج دارم تا شما به من. لا 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 لا. با اجازتون. حالا کجا رفته بودی؟ یکم دلم گرفته بود، رفتم قدم بزنم. دلت گرفته بود؟ چرا؟ درسترش اینه که بگم دلتنگم، این بهتره. پس معلومه اینجا بهت خیلی سخت میذاره. الیاس، مگه من مردم؟ بیا بشین سفره دلتو باز کن، خودم میشم زنگ زبورت. اتفاقا خیلی دوست دارم حرف دلمو واسه شما بزنم. خب اگه اینجوریه بگو، گوش میدم. به شرطی که بهم قول بدین وقتی شنیدین بدخلقی نکنین. یعنی درد دلت اینقدر تلخه؟ باشه، قول میدم. تموم حرف دل من فقط یه جمله است. دلم واسه پری خانم تنگ شده. همین. میرم خودمو یه جایی گم و گور کنم. مهمون داری دکتر؟ شب بخیر. بی موقع که مزاحم نشدم. سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ معمولا اینجور موقع به مهمونشون میگن خوش اومدین، بفرمایین. زیاد وقتتو نمیگیرم، یه چند کلمه باهات صحبت دارم. خواهش میکنم، من گوش میکنم، گوش میکنم. آخه همچین سر پا راحت نیستم حرف بزنم. میخوای اگه اینجا مشکلی داری بریم تو ماشینم صحبت کنیم؟ نه 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 نه، ببخشید من غافلگیر شدم. بفرمایید، بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید طولانی شد. قهوه جوش نداشتم، مجبور شدم تو قوری درست کنم. ممنونم. چه جای باصفایی داری، معلومه حسابی به دار و درختاش میرسی. من نه، مولود هوای اینجا رو داشت. سال دیگه بیاین همه درختاش خشکیدن. بفر. این چه حرفیه که میزنی؟ بزنم به تخته، روحیت خوبه. خیلی زود از غم در اومدی. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ حداقل اینجوری به نظر میاد. خب برای اینکه تو همچی موقعیتی قرار نگرفتی، اگر نه همچی حرفی نمیزدی. اتفاقا الان توی وضعیت مشابه قرار گرفتم، برای همین هم اومدم اینجا پیشت. وضعیت مشابه؟ اونجایی که من میدونم شما مدت هاست از خانم جدا شدی. آره، منتها احتمالاً چیزی رو که نمیدونی اینه که خیلی وقت مجدداً عاشق شدم. تبریک میگم، انشالله به هم برسه. خب من چه کمکی میتونم بکنم؟ میخوام لطف کنی بری با اون خانم صحبت کنی. کدوم خانم؟ همونی که بهش علاقه داری؟ خب آره دیگه، پر واضحه.
فکر نمی‌کنم مادام مناسبی رو انتخاب کرده باشی. اتفاقا برعکس، دقیقاً بهترین آدم رو انتخاب کردم. پس یادت رفته همین چند روز پیش بود که میگفتی از من خوشت نمیاد، نه؟ خب هنوزم نظرم همونه که قبلا گفتم. پس لطف کنی قهوتونو بخورین و به سلامت. فقط کافیه که بدون بهش علاقه نداری. البته اگه نداری. دکتر چی داری میگی؟ ببین تو، من میدونم که شدیداً عاشق خانومت بودی و تو موقعی که زنده بود براش میمردی، اما واقعیت اینه که اون الان فوت کرده و تو هنوز زنده ای، پس احتمال زیاده که عاشق بشی و ازدواج کنی و... بس کن دکتر، این مزخرفات چیه داری سرهم میکنی؟ دعای منم اینه که مزخرف باشه و الا کارم تمومه. معلومه مزخرفه. شما هیچ علاقه تحت این شرایطی به خانم دکتر بردیا نداری. تو حالت خوبه؟ حالم که خیلی خرابه، فقط خواهش میکنم جوابمو بده. خجالت داره دکتر جودت. خانم دکتر بردیا دوست خانوادگی ماست، دوست صمیمی مولود. چرا واسه مردم حرف در میاری؟ تا چی فکر کردی؟ فکر کردی منم از این خاله خانواجیه در همسایم که از مردم یه آتویی بگیرم از توش حرف دارم؟ خود من فیروز جودت از سیمین بردیا تقاضای ازدواج کردم و بدون هیچ دلیلی جواب رد شنیدم. برای همین فوراً فکر کردی که ایشون به بنده یا بنده به ایشون یا هر دو به هم علاقمند هستیم؟ از این سوالاتی که گفتی یکیشو مطمئنم، خانم دکتر بردیا به تو علاقمنده. تو کم کم داری منو عصبانی میکنی. تو چت شده مرد؟ با کمال میل فرض رو بر این میذارم که شما هیچ علاقه تحت شرایطی به خانم دکتر بردیا نداری. پس بهت التماس میکنم بری و با زبون خودت همه چیزو بهش بگی و روشنش کنی، تا زندگیم داره فنا میشه. دستم به هیچ کاری نمیره، اصلا نمیتونم کار کنم. ببین تو آدم بزرگی هستی، من مطمئنم با توجه به نفرتی که از من داری حداقل حاضری یه همچین لطفی در حقم بکنی، پس این کارو بکن. فقط کافیه بری آب پاکی رو بریزی رو دستش، اون وقت همه چیز حل میشه. مطمئنن به من جواب مثبت خواهد داد، چرا که بهترین گزینه بعد از خودت منم. اینایی رو که میگی همش چرت و پرته. کاری هم که میخوای من برات انجام بدم مسخره است. مسخره؟ آره، من تا حالا همچین برداشتی راجع به رفتارهای خانم بردیا نداشتم و ایشون هم هرگز در این مورد با من صحبتی نکرده. اون وقت تو توقع داری من برم بهش بگم خانم بردیا من به شما علاقه ندارم؟ مسخره نیست؟ ولی تا جان، چیزی که از نظر شما مسخره است برای من امیدواری به آینده است. به آیندت امیدوار باش دکتر جودت، چون حتم دارم در مورد بردیا اشتباه میکنی. اون اصلا همچین حسی به من نداره. در مورد اون مطمئنم که داره، ولی در مورد شما مطمئن شدم که نه. گوش کن جودت، برای اینکه خیالت راحت بشه اینو بهت میگم، من هنوز دارم با مولود زندگی میکنم، شب و روز. اون هم تو مغزمه، هم تو قلبم، و هیچ وقت هیچ جای دیگه ای برای کس دیگه ای این تو خالی نیست، برای هیچ زن دیگه. حالم قهوه تو بخور و برو.
چی میگفت؟ مزخرفات، مزخرفات. مطمئنی؟ تو نظر دیگه ای داری؟ والا نمیدونم چی بگم. دوست داشتم خفش کنم. نمیدونم این چه رسمیه که آدم ها دوست دارن عشاق رو خفه کنن. به خاطر عشقش نه الیاس، به خاطر این مزخرفاتی که راجع به خانم بردیا گفت. میدونی اگه این حرفا فردا تو بیمارستان بپیچه چه بلایی سر خانم بردیا میاد؟ خب اگه واقعا دلت به خاطر خانم بردیا میسوزه چرا از توهم خارجش نمی کنی؟ کدوم توهم؟ جودت داره چرت و پرت میگه. من خانم بردیا رو میشناسم. اون بیچاره اصلا تو این حال هواها نیست. واقعا چرا خدا همه بنده های خوبشو ساده دل آفریده؟ البته اگر جناب آقای دکتر طه پژوهان بزرگ هم جراح متبحری بود هم آدم زیرکی، یعنی در واقع همه چیز تموم بود، وقت من یکی به عدالت خدا شک میکردم. چون بالاخره بنی بشر باید یه سری عیب و ایراداتی هم داشته باشه. نه الیاس، بکشیمم این یه مورد قبول نمی کنم. من خانم بردیا رو میشناسم. خانم بردیا دوست مولود بود، میفهمی؟ میفهمم، اما الان که دیگه مولودی در کار نیست. دکتر، به ظاهر موجه خانم بردیا توجهی نکن. کنجکاوی های اونم در مورد خودت و پری خانوما به حساب فضولی نگذار. مگه اینکه واقعا بخوای خودتو گول بزنی که از نظر من اشکالی نداره. شب بخیر جناب آقای دکتر طه پژوهان بزرگ. اما ساده دل. شب بخیر. باز دوباره نشه شدی رفتی تو خیابون؟ چی میگی؟ نمیشنوم. در بیا. گفتم خیلی بیشوری. نزدیک بود بزنم جنازت کنم. تیپ زدی. کجا میخوای بری؟ پیش سایل. ماشینه تا کی لازم داری؟ تا فردا خوبه؟ غلط کردی. تو که گفتی فقط چند ساعت؟ غلط کردم دیگه. گلی. پس میتونی بعد از مهمونیت بیای دنبالم؟ بستگی به شرایط جوی داره. یعنی چی؟ یعنی اگه باباه تو جو بود نمیتونم. واه، مگه باباتم تو مهمونیه؟ پس چی؟ بیا سوار شو تا ساعت 4 باید میام. بقیهش خودت با ماشین برو. راستی مهمونی پنجشنبه‌ام رو به راست دیگه. آره، خیالت راحت باشه. با بابام صحبت کردم، اوکیشو برات گرفتم. دور تا دورش رنگ شده.
یعنی چی؟ یعنی این ماشین 100% تصادف داشته. خب حالا چرا میخوای این ماشینو بخری؟ این که خیلی داغونه. خیلی هم گرونه. بابا ماشین 6 ماه کار کرده شو داره 20 میلیون زیر قیمت میده. واسه اینکه تو این 6 ماه رس ماشینه کشیده. این ماشین کم کم 3 تا تصادف اساسی داشته. نه بابا جون. باباش پول لازمه. وایلا ماشینشونو دارن مفت میدن ها. آخه پدر من تو چرا باید یه ماشین 40 میلیونی بخری؟ ماشین خودت که خیلی بهتره. کافیه دستی به سر و روش بکشی. والا بهتر از این میشه. راست میگی بابات. اگرم نخواستی یه ماشین صفر برات میگیریم. خوبه؟ تازه تو با ماشین شاسی بلند نمیتونی رانندگی کنی. آره مامان جون. سخته برات. نه. مشکل شما اینا نیست. بگید خوشتون نمیاد واسه دختری که این همه خون به دلتون کرده پول خرج کنید. حقم دارید. منم اگه جای شما بودم اون همه دلخوری به این زودیا از دلم بیرون نمیرفت. ناراحتش کردیم بهروز. خب بشه. ما چه حرف بدی نزدیم. آخه چه معنی داره دختر تو این سن و سال بخواد یه همچین ماشین گرون قیمتی سوار بشه؟ چه میدونم والله. خیلی حساس شده. میترسم یه کاری دوباره دست خودش بده. من که دیگه نمیفهمم چی کار باید بکنم. اون موقعی که معتاد بود یه بدبختی داشتیم. حالا هم که ترک کرده یه بدبختی دیگه. اینجوری شده. به هر حال هر جوری که هست خیلی بهتر از اون چیزی که قبلا بوده. اون نباید فکر کنه ما اینو نمیفهمیم. ما که کلی تشکر کردیم و قرب صدقش رفتیم. فقط مونده یه پارچه بنویسیم بزنیم سردر کوچه که همه بفهمن دختر قدیانی معتاد بوده، ترک کرده. شوخی نیست. آدم معتاد هست دو برابر این سن و سال داره، زن داره، بچه داره. نتونست این کوفته زهرماری رو بذاری کنار. بابا کم کاری نیست. ما باید برای این کارش ارزش قائل بشیم، تشویقش کنیم، بهش روحیه بدیم. یعنی میفرمایید هرچی میخواد بی چک و چونه بذاریم جلوش؟ من اینو نمیگم. میگم همین یه دفعه این ماشین رو به عنوان پاداش یا کادو بهش بدیم تا بفهمه برای کاری که کرده ارزش قائلی. بهروز جان ما باید کاری کنیم روز ما رو رفیقای خودش بدونه. تو به هر کسی و ناکسی رفاقت نکنه. خیلی خوب برو بهش بگو ماشینو براش میخریم. ولی فکر کنم از زبون تو بشنوه خیلی خوشحالتر میشه. تو برو بهش بگو. بفرمایید. به دوستت بگو اون ماشینو میخریم. نه بابایی نمیخواد. من با همین ماشین خودمم میتونم سر کنم. فقط فکر کردم خوب این ماشینه حیفه. نه اینکه زیر قیمت میدادنش، به خاطر همین گفتم بخریمش. نه بابا جون درست فکر کردی. قیمت اون ماشین بالاتر از این حرف است. منتها باید سب کنیم باز رفشان از شیراز که برگشت به اتفاق بری سند بزنید. نمیشه بابا. بابای گلنار تا فردا 20 میلیون تومن لازم داره. تازه گفته اگه بقیهشو 6 ماه دیگه هم بیارین اشکال نداره. بعدش هم ماشینو میده دست خودمون. خیلی خوب. پس من چکشو بینویسم میدم به خودت ببر بده بهشون. باز رفشان که از شیراز اومد بقیه پولو میدیم میریم سند میزنیم. بابا تو خیلی باحالی. تو هم یواش یواش بعد اینجور حرف زدن رو ببوسی و بذاری کنار. چشم. هرچی شما بگی. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ ممنون.
آقای دکتر پژوهان که می‌خواستین ایشون هستن. دکتر پژوهان؟ بله، مگه منتظرشون نبودی؟ بله بله. بفرمایید. سلام. سلام علیکم جناب دکتر پژوهان. بله خودم هستم، بفرمایید. بنده موسوی هستم. کی؟ موسوی. کدوم موسوی؟ حمید موسوی. خب که چی؟ منظورم اینه که همراه یکی از بیمارایی دیگه، نه؟ نه خیر، من یکی از همکلاسی‌های خیلی خوب بسه دیگه، فهمیدم که هستی، اصلا لازم نیست ادامه بدی. من در خدمت رسیدم که بدونم. بی خود کردی خدمت رسیدی. بیرون. آقای پژوهان حرف نباشه. بیرون. اصلا خوب شد که خودت با پای خودت اومدی، وگرنه مجبور میشدم خودم بیام سراغت. حالا که اومدی خوب گوش کن، وای به حالت اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور و بر دختر من بپلکی، فهمیدی؟ یعنی تو دانشگاه هم حق نداری از فاصله 100 متر بهش نزدیک بشی. 100 متر مفهومه؟ دعا میکنم که این آخرین ملاقاتمون باشه. دوباره اگر به هر دلیلی با هم روبرو شدیم، حتی تصادفی، این پژوهانی که میبینی نیستم. بیرون. اون در خطر دکتر. بیرون. دیر به جنبی اون باید دستمون میگیرم که بلای سر خودش میاره. بیرون بیرون بیرون. چیه؟ اگه سخته زنگ بزنم حراست بیمارستان ببردت. آقای پژوهان، اگه قرار این آخرین ملاقات ما باشه، حداقل دلیل مخالفتتون رو به من بگید. من هیچ حرفی ندارم به شما بزنم. بیرون. پس منم همون کاری رو میکنم که دخترتون ازم خواسته. دختر من چی هست خواسته؟ ایشون پیغام دادن تا زمانی که شما مخالف این ازدواجی، جواب ایشون هم منفیه. گفتن تصمیم با خودمه که منصرف بشم یا اونقدر صبر کنم که نظر شما برگرده. نظر من محاله برگرده، فهمیدی؟ بله، تو پیغامشون گفتن که ممکنه نظر شما هیچ وقت عوض نشه. با اجازه. وایسا خوب گوش کن، اگه پریم خواست باهات صحبت بکنه، تو به حرفاش گوش نمیدی، گوش نمیدی، فهمیدی؟ چشم. اون کیه که پیغاماتونو میبره و میاره؟ ها؟ همچین کسی وجود نداره. همین الان خودت گفتی پری بهت پیغام داده. پری خانم خودشون میخواستن موضوع رو با من مطرح کنن ولی روشون نشد، برای همینم یکی از همکاراتون زنگ زد و با من حرف زد. کی بهت زنگ زد؟ خانم بردیا دیگه. سوال دیگه ای ندارین؟ دیگه نبینمت. بیرون.
کرده. من ازتون خواستم با پری صحبت بکنید و از ازدواج با موسوی منصرفش بکنید، نه اینکه به موسوی بگین منتظر بمونه تا من به ازدواجشون راضی بشم. یه چیزی بگین، من دیروز اشتباه حرف زدم یا شما اشتباه شنیدین؟ قبل از اینکه شما تشریف بیارید اون حرفا رو به من بزنین، دخترتون ازم خواست که اون کار انجام بدم. آها، پس یعنی اون وقتی که من اینجا مثل یه احمق نشسته بودم و بهتون التماس میکردم که کمکم کنید، شما قبلا همه کاراتونو کرده بودین. منظورم بردن آوردن پیغام یا حرف زدنتون باشید. این شمایید که باید مراقب کاراتون باشید. مطمئن باشین با این کاراتون مطلقا به مقصودتون نمیرسید. سرکار خانم دکتر بردیا. سلام. راستی خانم دکتر بردیا تشریف آوردن؟ بله خیلی وقته. الان کجا؟ فکر میکنم تو اتاقشون باشم. بسیار خوب، ممنونم. بله. سلام. سلام. مزاحم نشدم که؟ نه خواهش میکنم. میتونم بیام تو؟ ببخشید من کمی سردرد دارم، اگه کار مهمی نیست بذاریم برای بعد لطفا. مهم که خب چرا، اون چیزی که میخوام به اطلاع شما برسونم خیلی مهمه، هم برای من هم برای شما. خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. خانم دکتر، من دیشب رفتم خدمت دکتر پژوهان و مفصل و دقیق و بی‌پرده باش صحبت کردم. در مورد چی؟ در مورد خودمون، من، شما و خود ایشون. ببخشید میشه واضح‌تر صحبت کنید؟ ببینید خانم دکتر، بعد از صحبت‌هایی که با هم داشتیم من به این نتیجه رسیدم که هیچ راهی برام نمونده جز اینکه یه سری مسائل حداقل برای خودم روشن کنم. این بود که به خودم جسارت دادم و هر چی بهم گفته بودین به دکتر پژوهان منتقل کردم. متوجه نمیشم. اینکه من نمیخوام با شما ازدواج کنم چه ربطی با آقای دکتر پژوهان داره؟ نه، به هیچ وجه این موضوع منظورم نیست. میدونین چجوری بگم؟ شاید میدونین بعد از که دیشب با دکتر پژوهان صحبت کردم متوجه شدم که اون احساسی رو که شما فکر میکنی نسبت به شما داره اصلا نداره. کدوم احساس؟ همون احساسی رو که شما بهش دارین. میخوام بگم که این احساس متقابلا در دکتر پژوهان نسبت به شما وجود نداره و با اطمینان بهم گفت که به وجود هم نخواهد آمد. شما به دکتر پژوهان چی گفتین؟ همون چیزی رو که خودتون بهم گفتین، اینکه بهش علاقه مندین و تمایل دارین باش ازدواج کنین. من کی اینو گفتم؟ همین دیروز وقتی من درخواست کردم خودتون گفتین پای مرد دیگه‌ای در میونه. و گفتم اون مرد آقای دکتر پژوهانه. خب نه، اینجوری که نگفتین. ولی اگه یادتون باشه قبل از اینکه من درخواست بکنم بحث دکتر پژوهان بود. میدونی خانم دکتر، من صادقانه بگم، من بعد از صحبت‌های دیشب متوجه شدم که هیچ گونه احساسی تحت شرایطی نسبت به شما از طرف دکتر پژوهان وجود نداره. از خواهش میکنم به درخواست من جواب مثبت. شما بسیار آدم بیشعوری هستین آقای دکتر جادت. همین الان میریم پیش دکتر پژوهان و بهش میگین تمام حرفایی که از قول من زدین زایده خیالات احمقانه خودتون بوده و من هیچ اسمی از دکتر پژوهان نیاوردم. من اگه گفتم قصد ازدواج با کسی رو دارم، فقط قصدم این بوده که از شر پررویی ها و مزاحمت های شما خلاص بشم. خانم دکتر ساکت باشید و فقط به من گوش کنید. اینو یادتون باشه، اگه یه روزی مسئله من ازدواج باشه و روی کره زمین غیر از شما هیچ مرد دیگه ای نباشه، من باز هم با شما ازدواج نمی کنم. از این به بعد غیر از مکانهای عمومی جز مسائل کاری، اون هم به قدر ضرورت، حق ندارید با من حرف بزنید. از اتاق من برید بیرون. خانم
مطمئن باشین با این کاراتون مطلقا به مقصودتون نمیرسید. سرکار خانم دکتر بردیا. کدوم احساس؟ یادت رفته و گفتم اون مرد آقای دکتر پژمان شده. دکتر پژمان چی گفتی؟ این مزخرفات چی داری سرم میکنی؟ بسیار در بیشگوری هستی آقای دکتر جدر. تو حالت خوبه؟ تو چی شده؟ ما به هم خیلی کنم اینا یه بکی میگی؟ من گفتم بس غیر از شما هیچ مرد دیگه نداشه. من باز هم با شما ازدواج نمی کنم. ببخشید دکتر، در زدم جواب ندادی. ببخشید، با من کاری داشتین؟ مریضاتون تو درمونگا منتظر هستن. دکتر میرین درمونگا؟